سلام رفقا حالتون چطوره خیلی 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 خوش اومدید به کانال مودیکتی من علی هم و امروز اومدیم با حواشی به وجود اومده در مورد ترک گوله و صحبت سروش هیچ کس در مورد حسین و نظرات بعضی از رپرها در مورد این صحبت که انجام شده و هر دو طرف دیگه حسین و سروش هیچکس برو بریم خب اولین شاتی که داریم استوری سروش هیچ کس خطاب به حسین یعنی چیزیه که خود سروش هیچکس نوشته داخل پیج اینستاگرامش و نوشته شده که حماس و توله های تروریستی دیگه جمهوری اسلامی همون هایی هستن که جمهوری اسلامی روزی برای کمک به قتل عام و سرکوب مردم به ایران میارتشون که توی تظاهرات واقعا به چشم ما دیدیم دیگه یعنی مثلا دیدیم که خیلی آدما بودن که مثلا لباس سرباز بود و اصلا ایرانی حرف نمی عربی حرف می زدن و فلان و این تیکه به اون قسمت ورس حسین توی ترک گوله که با پوری و همین صفته که اولش میگه مثل هماس دنبال هماسه و در برخورد با ربکنهایی که از جمهوری اسلامی منوازهش و گروه های تروریستی نیابتش طرف گروه های تروریستی نیابتش طرفداری میکنن یا به مجوز جمهوری اسلامی تم میدن کار اصلی به عهده مخاطبین رپه که منظورش من و شماییم که واقعا مثلا بگیم که این ترک واقعا چیز خاصی نداشته ولی مثلا من بخوام خودم قضاوت بکنم میگم همچین مفهومی نداشته این تیکه ای که آورده چیز حسین چون توی یه ترک دیگهش هم داشتیم که مثلا انقدر گنگ میام انقدر خود رهبریم ولی به هر حال مثلا دیدیم که مثلا استوری میذاره میگه این من بودم که رفتم چیز این تو بودی که رفتی امضا کردی چه میدونم پاسپورت تو پاره کردی و چه میدونم واسه تظاهرات تقیب توخی خورد فلانه اون ویدیوی حسین رو هممون دیدیم واسه همین نمیتونیم واقعا قضاوت کنیم شاید مثلا حسین فقط یه تیکه این داخته که مثلا مثلا چه میدونم یه وزنی داشته باشه و یه مفهومی داشته باشه حالا قضاوت به عهده خودتونه واقعا من نمیخوام قضاوت کنم و در ادامه میگه که با ایجاد شرم به خصوص در فضای مجازی و بایکوت کردن آرتیست بهش فشار بیارن و براش ایجاد هزینه کنن گوش نکردن به کار چین رپ باعث از بین رفتن درآمدشون از این راه میشه و این یعنی ایجاد هزینه واقعی آرتیست باید بدونه وقتی از مواضع جمهوری اسلامی که یک نیروی تروریستی اشغالگر طرفداری میکنه یا به مجوزش تمیده براش هزینه داره که بازم به هر حال بعد از اون دیسترکی که فدایی به سروش هیچکس داد و گفت شما با مجاهدین این و فلان و الو بلو اینا بازم خود سروش هیچکس هم به نظر من یه ذره موزش تو رپ رفت زیر سؤال یعنی مثلا خیلی هم ها واکنش نشون داده بودم فلان و اینا ولی به هر حال چیزی بود که مثلا فدایی رو کردش به نظر من و استوری بعدی سروش هیچ کس بازم خطاب به حسین در مورد دیس و دیس بازی با چین رپ هم باید گفت این کار بیهود است چون به نظرم این تیکش رو با فدایی بوده یک این باعث بیشتر دیده شدن و شنیده شدن اون رب کن میشه که به معنی درآمدزایی بیشتره در برابر جمهوری اسلامی و طرفدارانش هدف باید ایجاد هزینه باشه نه ایجاد درآمد که صحبت قشنگی بود ولی به نظر من معنی نداشتش یعنی نظر خودم بخوام بگم حسین کسی نیستش که نیاز داشته باشه مثلا با دیس و دیس بازی بیشتر دیده بشه حسین اسمیه که تو رپ واقعا مثل یه بوته به نظر من اسم حسین مثل بوته واقعا صدای خوبی داره ترک های خوبی داره نیازی به بیشتر دیده شدن نیست و اینکه نسل یک واقعا جزو قدیمی ترین است. دو این باعث تقلیل یک مسئله بی نهایت جدی به یک کلکل ساده در چارچوب رد میشه و مسئله را از جدیتش در میاره و منظورش اینه که واقعا مثلا با شوخی و فلان اینا همینجوری سرش رو هم میارن یعنی باعث میشه کلا همینجوری از یاد بره و بگن که نه این فقط یه دیس و دیست بازی بوده و مفهوم اصلی کار رو از مخاطب ببره و این جالبه که اون زمان که این بیف و بیف یعنی کیو 69 و چه میدونم بیلیت و چه یه فاتحه ریلیس شدن اون زمان سروش کس جزو ملتفت بود یعنی مثلا این صحبت ها رو آیا با خود فدایی نکرده اون زمان که بعد فدایی بلند شده دیست داده میدونی خیلی سوال به وجود میاد در مورد این صحبت ها و گزینه بعدی یعنی مورد بعدی اینه که و این که این اصلا با عقل و منطق جور در نمیاد دیس و دیس بازی بیشتر روی برتری ربکن ها در تکنیکشون و بازی با کلمات میچرخه حالا با این اصاف آیا اگر ربکنی که مواضع حکومتی رو داره در جواب به یه آهنگ بهتر بده به این معنیه که جمهوری اسلامی برنده شده چنین چیزی همونطور که گفتم با عقل جور در نمیاد و بارها هم گفتم به نظر من مشکل از دیس و های ملتفته یعنی به نظر من دیس و دیس ملتفت ایراد داره چون کل سوژهشون اینه که شما به حکومت وصلید وگرنه هر دیس و دیس دیگه ای ما توی رپ فارسی داشتیم واقعا هیچ صحبتی در این مورد در موردش نشد در رابطه توی اون ترک نشده بود و اینکه در نهایت این مخاطبین هستن که میتونن مهمترین و کارآمدترین نقش رو ایفا کنن در برابر آرتیست هایی که از جمهوری اسلامی و موازش طرفداری میکنن یا به مجوز جمهوری اسلامی تم میدن یعنی کسایی که توی جمهوری اسلامی مجوز میگیرن و کار میکنن بعدی توی توییتر از سروش هیچکس در مورد پوری پرسیدن و بذارید واسهتون بخونم ربطش اینه که کاش حداقل تو اوج بیفشون آتو نمیدادی دست این ها این آدم همون بود که پارسال میگفت جناب سروان ارفانو کی کشت تیکه به ترک جناب سروان منو بی خیال از پوریه پس بیشرف بودنش از قبل مشخصه نه اینکه بیای بگی من اصلا کاری با اون سایت ندارم و سروش هیچ کس هم منشن زده همونطور که تو نوشتم هم گفته شده شناختی نداشتم و ندارم اگه طرفداری میکنه از نظام جفت طرف بیشرفن هر کدوم به شکلی و به نظرم سروش هیچکس اینجا رو خوب جمع کرد یعنی گفتش من نمیشناسم حالا یه ترکی بسته خودم هم شاید گوش نداده باشم فلان و اینا اون ورسو مثلا اونجوری گوش ندادم اخلاقیات طرف رو نمیشناسم اگه این قضیه اینه بالاخره مثلا بیشرف طرف به نظر من خوب جمع کردش و توی توییتر در مورد بازی از سروش هیچکس سوال پرسیدن که بذارید بخونم حرفت از یه جهت درسته از یه جهت نه درسته که دیس و دیسبازی باعث ایجاد درآمد میشه برای حکومتی ها اما باید این دیسبازی ها انجام بشه که ملت واقعیت ها رو بفهمن و این رپرها فید بشن و از چشم مردم بیفتن این اتفاق برای زدبازی افتاد و بگار رفتن مخصوصا تو درگیری آخرش با پیشرو و خودتو غیره و بقیه که من قبول ندارم که زدبازی از چشم افتاد میدونی بالاخره هر گروهی هر موسیقی بالاخره یه مخاطب خاص خودشو داره من خودم مثلا شاید خیلی وقت پیش اصلا زد گوش نمیدادم ولی یه ذره مثلا میگذره میبینی وای به موزیک خوبه بالاخره آدم گوش میده دیگه این نیستش که بگی کل زدبازی از چشم افتاد و دیگه کسی زد بازی گوش نمیده و فلان بالاخره همیشه مخاطب داره زد جزو گروه های واقعا بزرگ ایرانه جزو بندای بزرگ ایرانو هیچ شکی هم توش نیستش بالاخره همیشه مخاطبای خودش رو داشته و هر وقتم کنسرت گذاشته بالاخره پر شده دیگه این نیستش که بخوای بگی بگا رفتم و منشن سروش هیچکس اینه که نکته اینجاست که اونا به دلیل موازه خودشون این اتفاق براشون افتاد نه به خاطر دیس بازی که این یه حرف درستیه واقعا یعنی مثلا توی برخورد مردم با سامان ویلسون یه همچین چیزی بود بعد یه مدت سپر خلسه توی یوتیوب بایکوت شد به خاطر اینکه گفتش ویدیو گرفته بود که گفت به من چه ربطی داره من من چی کارم بلنشم ترک بدم فلان و اینا و در پی اون اتفاقات سیجل جدا شد از گروه و فلان و اینا خیلی اتفاق و افتاد در مورد نمیخوام الان بحثشو باز کنم و در ادامه میگه مخاطبین خودشون میشنون و میبینن طرف چی کار میکنه و چی میگه واقعیتی لازم نیست نشون داده بشه تو دیسپازی وقتی یکی مثل ویلسون از قتل مبارزین توسط جمهوری اسلامی حمایت میکنه چیزی برای نشون دادن نمیمونه و دقیقا هم همینه واقعا مثلا ساما ویلسون توی کل یوتیوب به نظر من واقعا بایکوت شده جی جی بایکوت شده سوراب ام جی بایکوت شده سپرخلصه یه مدت بایکوت بود ولی بالاخره بازم یه موضعی نشون داد گفت من طرف مردمم واسه به نظر من بازم ملت با سپر خلصه یه ذره اوکی ترن هم توی یوتیوب هم از لحاظ شخصی واقعا و عکسیه که از حسین وایرال شده بعد از ترک گوله که اولش میگه مثل هماس دنبال هماسه مثل هماس پی هماسه اینه در آلبوم فیل گادپوری و عکسی که بالاخره نمیشه گفت مثلا به خاطر این چفی و فلان و اینا که این داخته مثلا طرف فصله ولی بازم عکسیه که وایرال شد و بالاخره ملت چیزی که میبینن رو باور میکنن دیگه من چیزی که واقعا همیشه بهش اعتقاد داشتم هر کسی هر چیزی رو میبینه باور میکنه زیاد یعنی کل دنیا اینجوری ها. فقط این نیست که بگم ایران اینجوریه مردم زیاد دوست ندارن فکر کنن خیلی دوست دارن سطحی نگاه کنن همون چیزی که میبینن و باور کنن و ازش بگذرن و بعدی تیکه کوروش به حسین توی فکر کنم توی کانال خودش گذاشته بود آره که الان توی کانال تکست هیپاپی ما گذاشتیم یعنی از کانال تکست هیپاپی برداشتیم کوروش توی کانالش همه چی خوب پیش میرفت تا حسین خایمالی حماس رو کرد بعد سی ثانیه حذف کرد پستش رو و این تیکه بود که کوروش انداخ و من حقیقت مطلب نمیخوام قضاوت کنم یعنی مثلا اگه میخواستیم یه همچین داستانی رو به نظر من توی رپ را بندازیم همون موقع که حسین گفتش انقدر گنگ پر انگا خود رهبری هم میتونستیم یه همچین داستانی رو را بندازیم الان به نظر من یه چیزیه که فقط یه جوی داده باشم میدونی به نظر من اینا ولی حرفشون اشتباه نیست در کل حرفشون اشتباه نیست من خودم حرفشون رو قبول دارم ولی میگم خیلی زودتر از اینم میتونستیم یه همچین داستانی رو سر هم کنیم بعدی تیکه حسن بابا به هیچ کس یعنی حسن بابا به هیچ کس واکنش نشون داده سروش چون خودش تو ایران بود وسط بود آهنگ میداد و غیره الان فکر میکنه هر کی داخل ایران رب کار میکنه وسط داداش توقع داری ما رو اعدام کنه یا بندازن زندان تا خیالت راحت شه وسط نیستی مجبا و این واکنش حسن بابا بود و حسین هم به سروش هیچ کس اون زمان گفتم یه ویدیو داده بود که رفتی پاسپورت تو پاره کردی چه میدونم دم تظاهرات رفتی رأی دادی شات گرفتی فلان و اینا این تیکه‌ای بود که به خود سروش هیچ هم حسین این یعنی مثلا تو این شرایط واقعا نمیتونی بگی این حرف درست رو داره میزنه اون داره حرف درست رو میزنه و خود فدایی هم بالاخره یه دیسترکی داد که واقعا به نظر من موزه سروش هیچ کس رو آورد پایین چون سروش هیچ کس هم بعد اون هیچ جوابی نداد بعد شاپور توی دیسترک ها همش زد به سروش هیچکس و به نظر من موزه سروش هیچکس تو رپ اومد پایین ولی بالاخره به عنوان پدر رپ فارسی اسمش همیشه هستش خب رفقا ویدیو امروز هم تموم شد ویدیو در مورد اتفاقات به وجود اومده در مورد ترک گوله و صحبت سروش هیچکس، کس کروش و, و شات حسین در مورد یه چفیه روش بود و دیدید داخل ویدیو و صحبت های حسن بابا بود که حسن بابا به سروش هیچ کس تیکه این بود امیدوارم کارو دوست داشته باشید پوشش هواشی بود که امروز داشتیم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه عشق دلید چکریم فعلا